در چارچوب پیوند ناگسستنی و دائمی بین ایالات متحده و اسرائیل، واشنگتن از متحد خود در منطقه در برابر هر گونه تهدیدی به ویژه از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت همه جانبه خواهد کرد. این خلاصه پیام سخنرانان دولتی و قانونگذاران بخش شامگاهی دومین روز اجلاس کمیته امور روابط عمومی آمریکا و اسرائیل بود. علاوه بر آقای پنس و خانم هیلی که در گزارش‌های پیشین ما دیدید، قانونگذاران از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات نیز در اجلاس دوشنبه سخنرانی کردند که مسئله مقابله با اقدامات برهم زننده ایران در منطقه سرخط صحبت‌هایشان بود. همکارم فرهاد پولادی که این اجلاس را پوشش می‌دهد، گزارشی از محل اجلاس فرستاده که با هم می‌بینیم. کوین مکارتی، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، در جلسه دیشب ایران را تهدیدی برای اسرائیل و آمریکا دانست و گفت باید با همه روش‌های ممکن با آن مقابله کرد. ایشون از طرحی که اد رویس و آقای الیوت انگل در رابطه با تحریم تمام شرکت‌های وابسته و کسانی که معاملات بازرگانی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارن، طرحی که جدیداً مطرح شده رو اشاره کردن و گفتن که حتماً این باید به قانون تصویب بشه تا دولت پرزیدنت اوباما این توانایی را بده که بتونه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به عنوان بازوی نظامی ایران الان در سوریه حضور داره و مرزهای شمالی اسرائیل رو تهدید میکنه باش مقابله کرد. همچنین آقای استنی هویر، قائم مقام حزب دموکرات در مجلس نمایندگان، صحبت کردن و گفتن که برجام نقایص زیادی داره که باید برطرف بشه، که مهمترینش حتی در زمانی که دولت پرزیدنت اوباما داشت روی این کار میکرد بهش اشاره کرده بود و این گفته بودش که باید نه تنها فقط یک شق قضیه که برنامه هسته‌ای ایران هستش، بلکه اقدامات ایران هم به اون انضمام داده بشه و با آن هم باید برخورد میشه. آقای چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات، در مجلس سنا هم سخنرانی کرد. ایشون به چندین مسئله اشاره کردن. یکی اینی که از دولت پرزیدنت ترامپ خواستن که کمک مالی را به تشکیلات خودگردان فلسطینی قطع کنه به خاطر کمک به آنچه او کمک مالی به خانواده تروریست ها نامید. اما اون چیزی که در رابطه با ایران عنوان کرد، گفتش آمریکا تحت هیچ شرایطی حاضر نیستش که حضور نظامی دائم ایران را در سوریه در کنار مرزهای متحد کلیدیش یعنی اسرائیل بپذیره. اشاره کردش به مسئله پهپادی که چند هفته پیش رخ داد در مرزهای اسرائیل و گفتش که با آن حتما با تمام توانش آمریکا مقابله خواهد کرد.